تلاش 100 ساله. چرا 100 سال تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی بی نتیجه ماند؟ یک بررسی جامعه شناختی با عرضه دیدگاه ده ها صاحب نظر ایرانی در برنامه ویژه تلویزیون ایرانیان. آقای امینی، شما بیشتر به صدر مشروطیت پرداختید. خواستم بیشتر شما اگر میسر هست طی 100 سال گذشته دلایلی که طی 100 سال گذشته وجود داشت رو مطرح بفرمایید. خیلی ممنون میشم. به نظر من در 100 سال گذشته بعد از مشروطه موضوع پیشرفت جامعه یا آنچه که به نام مدرنیته یا مدرنیز خوانده می شود بالاتر قرار گرفت از موضوع آزادی. یعنی این تصوری که در منورالفکران دوره پس از رضا شاه به وجود آمد، پیدایش دولت رضا شاه و پذیرش این که امنیت مقدمه بر پیشرفت است، مقدمه بر دموکراسی است، این رو در جامعه رواج داد که می توان پیشرفت کرد بدون دموکراسی، می توان جامعه ساخت بدون آزادی. نکته از حقیقت هم درش هست. گرفتاری در این است که برای اینکه مدرنیته و برای اینکه اندیشه نو در جامعه ماندگار بشود، ما احتیاج به عقلانیت و عقل نقاد داریم، فکر نقاد داریم. فکر نقاد تنها در دوره آزادی، وجود فکر آزاد به وجود می آید، شکل می گیرد. بله، در جامعه ایران پیشرفت های صورت گرفت، ولی این امکان رو برخلاف فضایی که در ترکیه ایجاد شد که اونجا احزاب به وجود آمد و به دلیل وجود احزاب تا حدودی آزادی های فکری میان اندیشمندان گوناگون شکل گرفت و بنابراین کاری که آتاتورک کرد پیامدهای بسیار بسیار ماندگاری داشت، ما در جامعه با اون روبرو نبودیم و به همین دلیل هم بعد از شهریور 20 اون فرهنگ رضا شاه زدایی که در جامعه ایران ایجاد شد، چون از خودکامگی اون دوره بیزار بودن، با همه ارزش‌های مدرن اون دوره هم احساس بیزاری کردند، حتی بازگشت به چادر و چاخچور و غیره. و این نشان می‌دهد که وقتی شما در جامعه برای منفعت ماندگاری امنیت جلوی روشن فکر رو می‌گیرید، جلوی آزادی رو می‌گیرید، جلوی روزنامه رو می‌گیرید، شاید منافع دیگری به وجود بیاید، ولی اون درختی رو که کاشتی در مشروطه که درخت آزادی بود و این آزادی است که باید بارور بشود و در کنار این آزادی است که جامعه روشن فکری از جمله کمک میکند به پیشرفت، از جمله کمک میکند به مدرنیته، این رو وقتی جلوش رو میگیرید، زیانی که میرساند این است که پیشرفت با گرفتاری های روبرو میشود. 103 سال پیش در میدان توپخانه به درست یا نادرست بزرگترین مجتهد ایران رو اعدام کردند. 70 سال بعد از اون فردی با همون اندیشه ها در میان سلام و صلوات چند میلیون ایرانی از نفلوشاتو به تهران آمد و قهرمان ملی شد و جمهوری اسلامی رو که شیخ فضل الله نوری در خواب هم نمیدید در ایران اجرا کرد. شیخ فضل الله به اجرای پاره شرایع قانع بود. آقای خمینی و هم پیمانانش شریعت رو بر تمام جنبه های اجتماعی چیره کردند. آیا جامعه ما عقب رفته تر بود از زمان مشروطه؟ دانش کمتر شده بود؟ آیا پیشرفت‌های اقتصادی کمتر بود؟ ایرانی‌ها کمتر اروپا رفته بودند؟ خیر. وقتی شما در جامعه امکان این رو نمی‌دهید که روشن فکر، نیروی آزاداندیش نقش داشته باشد، روزنامه وجود داشته باشد، احزاب وجود داشته باشد، وقتی که به این نهادهایی که ماندگاری آزادی و ماندگاری سکولاریسم و ماندگاری مدرنیته مدیون اونهاست امکان عرض اندام نمیدهید، طبیعی است که مسجد و طلبه یک نیروی اجتماعی می شود و به فاجعه‌ای می انجامد که به انقلاب اسلامی انجامید. و این به نظر من بزرگترین گرفتاری تاریخی جامعه ایران بوده است که از یک سو دخالت آشکار بیگانگان در آغاز مشروطه و سپس دخالت غیر آشکار بیگانگان پس از مشروطه در دوره پهلوی با کمک نیروهایی که منفعتشون در این بوده است که جامعه رو از طریق فقط امنیت مطلق و بدون دخالت نیروی روشنفکری و خلاق و فعال سیاسی و اجتماعی اداره بکنند، وضعیتی ایجاد می کند که شما نتیجه جز انقلاب اسلامی، نتیجه جز پسرفت آزادی و دموکراسی در ایران نمی بینید. آیا شما به این نتیجه نرسیدید که این عدم آزادی در ارتباط با نیروی دولتی که در زمان پهلوی هم خیلی قدرتمند بود
به این نتیجه نرسیدید که شاید جامعه نیازمند اون قدرت بود، به غیر از اون نمیتونست جامعه پیشرفت بکنه. ما در پایان عصر پهلوی میبینیم به محض اینکه آزادی اولیه داده شد، مثلا یک قشر وسیع از بنیادگرایان اسلامی به یک بار سر از زیر زمین در آوردن و دیدید که بر ضد آزادی عمل میکردن، ترورها شروع شد و غیره. کاملا درسته، ولی ببینید اینها خسارتی است که باید یک جامعه بدهد، یعنی پذیرش آزادی و اجازه دادن به وجود احزاب گوناگون و فکر آزاد خسارتی است که جامعه آزاد میدهد برای یک دستاورد بزرگتری. یعنی مثل پرورش کودکه، ممکنه بشه یک کودک رو فقط با پس گردنی ادب کرد، ولی این کودک بعد از این مدتی شورش میکنه. یعنی شما باید اون نظم رو با یک بشارت دیگری همراه بکنید، نمیتوانید فقط پرورش کودک رو با پس گردنی و زور انجام بدهید. جامعه هم همینطور است. درسته که دادن آزادی ممکن است که احزابی رو یا گروه‌هایی رو در جامعه دستشون رو باز بکنه که اینها زیان آور برای جامعه ما هستند، مانند مثلا فدایان اسلام در دوره بعد از شهریور 20، ولی در کنار اون ده ها گروه دیگر هم به وجود می آید که به سود جامعه هستند. ببینید در غرب از آزادی و حقوق گروه های پشتیبانی می کنند که به راستی بدمنشند، از گروه های بسیار پلیدی هستند، طرفدار فاشیزمند. ولی این خسارتی است که ما می دهیم برای اینکه یک فضیلت بالاتر رو داشته باشیم. منظور شما هزینه است؟ هزینه است، بله، می‌دهیم. هزینه است که می‌دهیم و خسارتی است که می‌دهیم که اون کار بزرگتر رو انجام بدهیم. درست فرمایش شما. این آزادی‌ها ضرری که می‌زند در این است که به نظر می‌آید که با استبداد و خودکامگی و زور شاید پیشرفت بتواند سریع‌تر صورت بگیرد. امروز من و شما اگر تصمیم بگیریم که با سه نفر دیگر برویم جای غذا بخوریم، اگر شما خودکام و رهبر باشید کار ما ساده است. شما دستور می دهید که ما چه بخوریم و می رویم به یک رستوران، و اگر قرار باشد بشینیم و صحبت کنیم که چه غذایی بخوریم مدتی وقت می گیرد. ولی مصلحت جامعه در این است که این وقت رو ما بگیریم، وقتی تصمیم می گیریم همه احساس مالکیت نسبت به این تصمیم بکنیم. جامعه ایران در دوره مشروطه روشن فکرانش که رای زنانه به اون مجلس رسیده بودن احساس مالکیت بر این مجلس میکردند. در جامعه‌ای که با خودکامگی ساخته شد هیچ کس احساس مالکیت نمیکرد. این ثروت مشترک جامعه دیگر نبود، کامنولث جامعه نبود. وقتی یک دولتی ثروت مشترک جامعه نباشد، مردم تا پای جان از او پاسداری نخواهند کرد و نتیجه همان میشود که در جریان انقلاب 57 شد، که به سادگی تمام ارزش‌های ساخته شده 57 سال گذشته رو مردم کنار گذاشتند به موائید یک آخوندی که میگفت که من برق و آب رو مجانی میکنم و عدالت اسلامی برای شما میآورم گوش کردند، چون احساس مالکیت نسبت به اون جامعه‌ای که ساخته شده بود نمیکردند. این احساس مالکیت احساسی است که باید داوطلبانه ایجاد بشود، نه با زور. ارزیابی شما از جنبش سبز در این روزهای پایانی سال 88 چه است؟ به نظر من زایش یک ارزش فرهنگی بسیار بزرگی است، گسستی است از ارزش 31 ساله گذشته، گسست فرهنگی و ارزشی است از این دوران 31 ساله جنبش اسلامی، و زایش یک فرهنگ تازه، فرهنگ دوری از خشونت، فرهنگ به طور کلی گذار مسالمت‌آمیز در جامعه ماست که برای نخستین بار در جامعه دارد به یک فرهنگ تبدیل می شود. 100 سال گذشته. بله، ببینید شما نگاه کنید، ما دو سه تجربه کوچک بیشتر در مورد گذار مسالمت‌آمیز نداشتیم. تجربه شاید 6 ماهه کسانی که مجلس مشروطه را ایجاد کردند، تجربه کوتاه مدت دولت مصدق که به جایی نینجامید، یعنی با کودتا روبرو شد، تجربه 37 روزه دولت بختیار و تجربه چند ماهه دولت بازرگان. در 150 سال این مجموعه که کنار هم بگذارید از 8 از 3 سال 4 سال بیشتر تجاوز نمی‌کنه. با سپاس فراوان از شما. سپاسگزارم.